فکر نکن رژیم و غذاهای رژیمی سخته. نه اصلا اینطور نیست. امروز میخوام بهت کوکوی نخود یاد بدم که هم خوشمزه است، هم رژیمیه و هم بسیار مقوی. اگه آماده ای پس بزن که بریم. مواد اولیه این کوکو بسیار آسون و در دست رسه. نخود مواد اولیه این کوکوی خوشمزه ماست و بسیار کمک میکنه به افراد برای کاهش وزن. میدونی چرا؟ چون فیبر بسیار زیادی داره و زمان بیشتری احساس سیری داری و اشتهای کاذب مرده میبره. اول نیاز هستش که قشنگ خودمون رو پاک کنیم و بذاریم 24 ساعت قشنگ خیس بخوره. طی این 24 ساعت هم 2 تا 3 دفعه آبش رو عوض میکنیم. نخود هم به کاهش فشار خون کمک میکنه و هم به کاهش قند خون. در ضمن برای تقویت قوای جنسی هم برای آقایون و هم برای خانم ها خیلی موثره. نخودامونو میریزیم توی یک ظرفی. شاید بگی نفخ نخودو چیکار کنیم؟ بهتره زمانی که 10 دقیقه میذاریم تا با آب بجوشه یک قاشق مرباخوری زیره رو داخل موادمون بریزیم و درش رو محکم ببندیم که داخل موادمون پخش نشه و تأثیر نفاخ بودنش رو یه مقدار بگیریم. شاید این موضوع خنده دار باشه ولی واقعا درسته. بادی که به واسطه خوردن نخود از بدن خارج میشه بسیار میتونه به سلامتی بدنمون کمک کنه. پس هفته 1 بار تا 2 بار حتما از این مواد غذایی استفاده کنید. نخود به همراه آب و کمی زیره روی حرارت میذاریم و 10 دقیقه اجازه میدیم که قشنگ به جوش بیاد. نیاز نیست کامل پخته بشه و فقط نیم پز بشه کفایت میکنه. کف روی آب رو کاملا میگیریم و بعد با آبکش کاملا نخود رو از آب جدا میکنیم. میرسیم به جعفری. جعفری رو کاملا ریز ریز خوردش میکنیم و باید بدونیم که جعفری هم به سوزوندن چربی های اضافه کمک میکنه و همچون عملکرد کبد رو تقویت میکنه، میتونه به دفع سموم خیلی کمک کنه. برای همین بسیار عالیه برای کاهش وزن و پاکسازی بدن. جعفری هم به دلیل فیبر بالایی که داره میتونه به کاهش وزن کمک کنه. پیازچه رو هم کمی خورد میکنیم اما نیاز نیست مثل جعفری ریز بشه. پیازچه حاوی مقدار زیادی آلیسین، ویتامین C، ویتامین E و ویتامین A هست و همینطور بسیار کمک کننده است به جوانسازی پوست و کاهش چین و چروک. حتما اگر رژیم میگیرید از پیازچه استفاده کنید تا مشکل افتادگی پوست براتون ایجاد نشه. پودر جوی دوسر و همینطور ادویه ها و پیاز و سیر رو هم به موادمون اضافه می کنیم و توی مخلوط کن می ریزیم تا کاملا صاف و یک دست بشه. جوی دوسر برای کاهش فشار خون و قند خون، تنظیم کلسترول، بهبود عملکرد سیستم گوارش و کمک به حفظ سلامت استخوان ها بسیار مفیده. پس 2 قاشق غذاخوری وقتی داخل این کوکوی ما قرار بگیره در کنار این حجم از ویتامین ها بسیار میتونه به توانایی بدنمون کمک کنه. وقتی مواد صاف و یک دست شد نوبت میرسه به جعفری خرد شده و همینطور تخم مرغ. مقدار تخم مرغ بین 2 تا 3 تا متغیره. اگر دیدید بعد از اینکه تخم مرغ ها رو هم زدید و کاملا به موادتون اضافه کردید اون انسجامی که باید نداشته باشه، میتونید یه تخم مرغ دیگه هم اضافه کنید تا موادتون کاملا انسجام پیدا کنه و یک دست بشه، طوری که به ظرف نچسبه، به دستتون هم نچسبه. ادویه‌ای که توی این کوکو استفاده کردیم نمک، فلفل، زردچوبه، پاپریکا و همینطور پودر تخم گشنیز هستش که کاملا کمک میکنه طعم کوکویمون رو خیلی خیلی خوشمزه کنه. شما هم بر اساس ذائقتون و سلیقتون هر ادویه‌ای که دوست دارید میتونید داخل این کوکو بزنید و طعمش رو جذاب تر کنید. برای اینکه بخوایم سرخش کنیم نیاز هستش که روغن رژیمی استفاده کنیم. یه مقدار روغن زیتون میذاریم و موادمون رو حالت میدیم و اجازه میدیم با حرارت ملایم کاملا سرخ بشه.
اگه موادتون انسجامی که باید رو داشته باشه، مطمئن باشید که هیچ وقت به ظرفتون نمیچسبه. کوکو رو کاملا سرخش میکنیم و در هر وعده غذایی که دوست داشتیم استفاده میکنیم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. ممنونم که با نگاه قشنگتون همراه هم بودید و خوشحال میشم که با لایک و کامنت ازم حمایت کنید. و اگر دوست دارید رژیم بگیرید و نمیدونید چه غذاهایی استفاده کنید، حتما عضو کانالم شید، چون آموزش‌های خیلی خوبی براتون دارم که میتونه این مسیر خیلی سخت رو خیلی خیلی آسون کنه براتون.